سلام خدمت همه همراهان گرامی. با مهمترین اخبار سرکوب و نقض حقوق بشر روز یکشنبه 18 شهریور ماه 1397 در ایران از نو زندان نو اعدام در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. دستگاه قضایی از تحویل دادن پیکرهای سه زندانی سیاسی کرد رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی که روز جمعه 16 و شنبه 17 شهریور ماه در زندان رجای شهر اعدام شدند به خانواده آنها خودداری کرد و آنها را در نقطه نامعلومی به خاک سپرد. امجد حسین پناهی برادر رامین حسین پناهی در یک کنفرانس خبری در این رابطه گفت وزارت اطلاعات رسماً اعضای خانواده‌ام را تهدید به بازداشت کردند. از طرف دیگر اعلام کردند که پیکر رامین حسین پناهی تحویل خانواده داده نمی شود و خود رژیم پیکر رامین را در مکان نامعلومی دفن کرده است. نهادها و ارگانهای بین المللی حقوق بشری پس از محکومیت اعدام سه زندانی سیاسی کرد خواهان حسابرسی ایران در رابطه با قتل‌های خودسرانه شدند. روز شنبه 17 شهریور ماه علی‌رغم فراخوان دو گزارشگر ویژه حقوق بشر جاوید رحمان و آگنس کالامارد به توقف اعدام‌ها، حکومت ایران اقدام به اعدام سه جوان کرد زانیار مرادی 31 ساله، لقمان مرادی 35 ساله و رامین حسین پناهی 24 ساله کرد. احمد شهید کارشناس آزادی مذهبی در سازمان ملل متحد که قبلاً گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر بود با انتشار پیامی اعدام سه زندانی سیاسی کرد زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را محکوم کرد و اعلام نمود که ایران باید به جرم اعدام خودسرانه مورد حسابرسی قرار بگیرد. عفو بین الملل با صدور بیانیه اعدام آنها را ظالمانه خواند و خواهان محکومیت قوی اعدامها از طرف مجامع بین المللی شد. همچنین آگنس کالامارد گزارشگر ویژه قتل‌های خودسرانه در پیام خود اعدامها را قتل سیاسی و تنفرانگیز خواند. زندانی سیاسی غلام حسین کلبی از روز اول مرداد ماه سال جاری در اعتصاب قضا به سر می برد. او در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان زندان به درخواست انتقال به یکی از زندان‌های تهران یا عادل‌آباد شیراز مدت 20 روز است در بی‌خبری مطلق اعتصاب قضا کرده است. این زندانی سیاسی که 18مین سال حبس خود را در زندان شیبان اهواز می‌گذراند تا کنون حتی یک روز مرخصی نداشته است. وی از عفونت گوش چپ، مشکلات آرتروز، درد کمر و مشکلات فک دهان و دندان رنج می‌برد و امکان مراجعه به پزشک در بیرون زندان و مرخصی استعلاجی را هم ندارد. زندانی سیاسی غلام حسین کلبی از زندانیان سیاسی دهه 60 می‌باشد که از سال 60 تا 66 مدت 6 سال به اتهام هواداری از مجاهدین خلق در زندان‌های جنوب ایران زندانی بود. غلام حسین کلبی در تاریخ 19 دی ماه سال 79 به اتهام رابطه با سازمان مجاهدین خلق در شهرستان دسفول بازداشت شد. او ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتون.